به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود بسیار بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پارس، من مهداد پارسا به همراه همکار گرامی هم آقای امیر شهرتی کارگردان فنی، برنامه امروز سه‌شنبه 4 خرداد ماه سال 2569 ایرانی خورشیدی هخامنشی مطابق با سال 1389 هجری شمسی العربی برابر با 25 ماه می سال 2010 میلادی را به شما پیشکش می کنم. امیدوار هستم هر کجا که هستید و تصویر ما را می بینید در فضای از مهر و محبت و عشق به ایران بزرگ زندگی کنید. ملت ایران خود را آماده سالگرد انتصابات قلابی انتخابات ریاست جمهوری ایران می کند و رژیم هم به بهانه 14 و 15 خرداد سرگرم کرایه کردن مردم از شهرهای دور و نزدیک برای ایجاد جو و امنیتی است. اما ملت ایران راه خود را پیدا کرده است و با شعار ندای سرزمین من ما بیدار و استواریم راه خود را در راه آزادی ایران ادامه می دهد. داستان ما از آنجا آغاز می شود که نامردی جایگزین مردمی شد، کینه و دشمنی جایگزین مهرورزی شد، ارباب سالاری جایگزین مردم سالاری شد و بدین لحاظ ایرانی آرام نگرفت، به خروش آمد، به جنب جوش آمد، فریاد برآورد و دیدیم که آرش ها، رستم ها یک سپاه شدند، سپاه آزادگان برای آزادی ایران، و این فریاد تا آزادی ایران ادامه خواهد یافت، چرا که ستم ضحاک زمان فقیه ماردوش پایدار نباید بماند. مردم با ایستادگی این رژیم را فلج کردند. نمونش را در کردستان قهرمان دیدیم، غیرت ملی را در مردم کردستان دیدیم که اکنون سرمشقی شده است برای همه هموطنان من که می شود در سایه همبستگی نفس این رژیم صفاک و ضد ایرانی را متوقف کرد. می توان کمرش را خرد کرد، می توان او را به زیر کشید و بدین لحاظ بی هراس با روحیه تازه به راه افتاده این تا رستاخیزی را که پی گرفته این و بی هراس در پی تجاوزها، اعدامها، شکنجه ها، زندانها برایش هزینه داده این همچنان به پیش ببریم. بدین لحاظ از همه چون اعتراض ها در سراسر دانشگاه ها آغاز شده است، فریادها در این سو و در آن سو، دیوار نویسی، شعار نویسی، هر جایی که نگاه میکنیم این آتش زیر خاکستر شعله میکشد و فریاد مرگ بر رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی را سر میدهد. روز گذشته ایستادگی مردم را در مقابل رئیس جمهور قلابی لومپن احمدی نژاد دیدی. او برای خود سخن میگفت و مردم فریادشان برای آزادی بود. می گفتن بیکاریم، بیکاریم و بی اعتنا به سخنان رئیس جمهور که اراجیفش را ایراد می فرمود، مردم نیز فریاد از دل برآمدی خود را، مطالبات بر حق خود را مطرح می کردن و این نشانه نافرمانی مدنی است که در مقابل این رژیم به هر شکلش می ایستن، زبان اعتراض را می گشاید. به هر حال مطالبات مردم فراتر از آن است که رژیم اسلامی برای خود دل می‌سوزاند. بگیر و ببند ها، به بهانه حجاب در این سو در آن سو، جریمه های آنچنانی در دانشگاه ها برای رعایت حجابی که رژیم می‌خواهد، همه را تحت فشار گذاشتند، اما ایستادگی و مقاومت کاری از دست رژیم را بر نمی‌سازد. مردم دیگر این رژیم را بر نمیتابند. رژیم باید برود و خواهد رفت.
حضرتون عرض شود که من در آنچه که می دیدم در ایجاد همبستگی که شاهزاده رضا پهلوی به دنبال اون هستند، خیلی از طیف چپ که اندک هم هستند، آنچنانی هم نیستند، از ایشون خواستن که شما پدرتون رو محکوم بکنید. نمیدونم محکومیت چی رو محکوم بکنند، ایشان باید محکوم بکنند یا ملت ایران. بروید ملت ایران رو ببینید چگونه چراغ دستشون گرفتن به دنبال محمد رضا شاه و رضا شاه میگردن. چی رو محکوم بکنن؟ خب چه کسی شما رو باید محکوم بکند که 31 سال پیش با قول خودتون انقلاب ضد سلطنتی کردید و خمینی را بر سر کار آوردید و امروز باعث شدید که این همه جوان کشته بشود، به ناموس مردم تجاوز بشود، این همه خون به زمین ریخته بشود؟ پس چه کسی شما رو باید محکوم بکند؟ چرا از خودتون شروع نمی کنید؟ نقش تو آینه چو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. در مورد کسانی که به ایران خدمت کردند و نکردند تاریخ قضاوت می کند. شما چرا وقت مردم رو امروز صرف این کارها می کنید؟ جوانان در درون ایران از دست همه شما خسته شدند، اصلا با گذشته کاری ندارن. امروز نجات ایران مهم هست. در چنگال دشمن ما یک کشور افتاده، شما همش نشستید. هر کسی که میخواهد قدمی بردارد برای آزادی ایران، سعی میکنید مانعش بشوید با این حرفا. رضا شاه اینجوری کرد، محمد رضا شاه اونجوری کرد. خودتون چه کرده اید؟ ما چه کرده ایم؟ چرا نمی روید سراغ آقای جلال آل احمد، سراغ آقای شریعتی ها، سراغ اونهایی که شما را پیوند می دادن به روحانیت و می گفتن روشن فکری و روحانیت می توانند نجات دهنده ایران باشد؟ چرا نمی روید سراغ آقای بنی صدر؟ چرا نمی روید سراغ اینهایی که این بلا را به سر این مملکت آوردند؟ چرا از اونها طلب نمی کنید؟ چرا نمی روید سراغ آقای رجوی؟ چرا اونها رو محکوم نمی کنید؟ چرا اونها نباید خودشون رو محکوم بکنن که این بلا رو امروز آوردن که بچه های اشرف، بچه های ای تحصیل کرده ایرانی در پایگاه اشرف زندانی عراقی های نکبتی باشند که روزی التماس می کردن در ایران رو به روشون باز بکنند؟ عراقی که صدام حسین دلا می شد دست محمد رضا شاه رو می بوسید، حالا بیان تو سر بچه های ما بزنن، تحصیل کرده های ما رو بکشن. میدانید اونجا چه کسانی هستند؟ جوانان تحصیل کرده ایرانی، مغزهای متفکر. چرا وقتی که چوب رو برمیدارن بر سر بچه های پایگاه اشرف میکوبن همه سکوت میکنید؟ چرا اونها رو محکوم نمیکنید؟ چرا در زندان های ایران وقتی تجاوز میکنن همه لالوکر شدید؟ ما انقلاب ضد سلطنتی کردیم. ضد سلطنتی چه کردید که مادران و خواهرانتون کنار خیابون خودفروشی کنند؟ فقط افتخارتون این بود؟ این بود مبارزه ضد استبداد برای رسیدن به آزادی و دموکراسی؟ رسیدید به این دموکراسی؟ به این آزادی؟ هنوز هم ول نمی‌کنند. به نام استاد و برنامه ساز و این حزب و اون گروه و این گروه، همه برای ما شدن صاحب مملکت. صاحب مملکت نداها هستن که خونشونو دادن، سهراپا هستن که خونشونو دادن، جوانانی هستن که زندانی هستن. صاحب مملکت محمد رضا شجریانه که با غیرت در کنار ملت ایران میسته. شما که در خارج از کشور هستید، دائما در رفاه آسایش هستید، چه میخواهید؟ میخواهدم چند شب پیش در اینترنت که شاهزاده رضا پهلوی رو مورد خطاب قرار دادن که شما باید نظام پادشاهی رو نفی بکنید. آقا وارث تاج تخت حرف نمیزنه، شما میگی تازه نفی هم بکنه بیاد رئیس جمهور بشه. خب شما چه میگی؟ با قول شاهزاده رضا پهلوی، همتون شما چپی ها، همتون اومدید تو کشورهای سلطنتی پناهندگی سیاسی گرفتید. چرا نرفتید تو کره شمالی پناهندگی سیاسی بگیرید؟ در پناه همون سلطنتی ها دارید زندگی میکنید، بچه هاتون در رفاه دارن زندگی میکنن، قهرمان میشن، تحصیل کرده میشن.
امروز دعوای حکومت نیست که از حالا لرزه بر تنتون افتاده. از رأی مردم اگر وحشت دارید، ما داریم تلاش میکنیم که رأی مردم ارزش داشته باشه. اگر شما از حالا دیکتاتوری رو میخواید اعمال بکنید، بیاید حزب تشکیل بدید، حرفتون رو آزاد بزنید. چرا باز هم به شیادی و به حقبازی که انگلیسا و روسا یادتون دادن، چینی ها یادتون دادن، میخواید این آمریکا یادتون دادن، میخواید دست بیازید؟ این چه زندگی نکبتواریه درست کردید؟ ملت ایران داره جان میده، خون میده، شما اینجا دعوا سر حکومت آینده ایران دارید. برید تو اینترنت نگاه کنید به سایت چپیا پیک نیت، هر جایی که میخواد از دیکتاتور نام ببره اسم شاه همش اضافه میکنه. خجالت بکشید. کی دیگه حنای توده ای رنگ داره تو مملکت ما؟ جبهه ملی هم دستش باز شده.